درود فراوان، امروز اومدیم خیابون پاسداران، از گلستان دهم شروع میکنیم میریم به سمت همت. حالا به ترتیب براتون میگم که اصلا خیابون پاسداران در گذشته اسمش چی بوده، چه تاریخچه‌ای داره و در حال حاضر چه شکلی و چه جوریه. با هم همراه باشیم ببینیم چه خبره. میشه گفت خیابون پاسداران در گذشته اسمش خیابون سلطنت آباد بوده. حالا چرا اسم سلطنت آباد تغییر کرده؟ همه اتفاقاتی که تو گذر زمان افتاده. اول عرض کنم خدمتتون عزیزان ده که خیلی ممنونم به خاطر تمام حمایتایی که از من میکنی و باعث میشید که هر روز کار من رو به جلو باشه و با انتقاداتتون باعث پیشرفت من میشید. در گذشته زمان ناصرالدین شاه اینجا یه قصری رو میخواسته بسازه. اینجا یه روستایی بوده به اسم حصار، حالا میشه گفت حصار رضا بیک. بعد یه جای خوش آب و هوایی هم بوده. در حال حاضر هم میدونید که جزء مناطق خوش آب و هوای شمال شرق تهرانه خیابون پاسداران. خلاصه این ناصرالدین شاه اینجا یه قصری میسازه و این خیابونی هم که احداث میکنه بهش میگه سلطنت آباد. از این برم یه محلهای خیلی مهم داشت به اسم زرابخونه که اونجا اولین سکه ها رو ضرب میکردن. هنوز هم هر جز محلهای خوب پاسداران محسوب میشه. حالا اقدسیه، اختیاریه، دیباجی یا اسمای، حالا همه اینا تغییر کرده. ممکنه من یه اسمای قدیمیشون رو گفته باشم یا جدیدشون رو. در کل تو این تغییرات بعد از انقلاب، چون اکثر افسران پاسداران اومدن تو این خیابون، تو شد اسم خیابونش پاسداران، یعنی اکثرا افسران و ارتشیان اومدن اینجا. و در حال حاضر یه خیابونی که شمالی جنوبیه از همت شروع میشه تا نیاوران میرسه، میدون نوبانیاد رو رد میکنی سر اقدسیه و بعدم نیاوران. یه چیز خیلی جالب که وجود داره اینه که اینجا بافت بخوردم نوساز و قدیمی و حالا خونه‌های ویلایی کنار هم دیگه هستن. حتما در ادامه وارد این کوچه هاش میشیم و هم دیگه بهتون نشون میدم که چه شکلیه. مثلا بعضی از این ساختمان ها رو شما اینجا نگاه کنید، خیلی قدمتشون قدیمیه، یعنی حتی میشه گفت مال 50-60 سال پیشه. روبروش خونه‌های ویلایی وجود داره، متراژهای بالا. و نگاه کنید بافت درختایی که تو این کوچه ها هست، خودتون میتونید مشاهده کنید که چقدر قدیمیه. دوستان عزیز تقاضا کرده بودن که من بیام خیابون پاسداران ویدیو تهیه کنم. همیشه من تو اولویت بندی نوشتم دیگه، یعنی تقریبا میشه گفت نسبت به تعداد تقاضایی که از یه خیابون هست و حالا تایمی که به من گفته دوست عزیز، میام و فیلم تهیه میکنم. اگر میبینید عقب جلو میشه منو ببخشید دیگه، واقعا تعداد درخواست زیاده، خیابون ها هم که زیاد، منم یه نفر آدم. ممنونم تا به همین لحظه که کنار من هست. داشتم بهتون میگفتم یه بافت کاملا سنتی و مدرن اینجا شکل گرفته، یعنی مرکز خریدا، خونه ها، یا میشه گفت همه جور شرکت، اداره اینجا کنار این خیابون هست و یه بار ترافیکی سنگینی داره. یکی از دلایلش هم وجود آب و هوای خوبه، یعنی حتی زمان قدیم که ناصرالدین شاه اومده اینجا به خاطر آب و هوای کاملا چهار فصلی که اینجا داشته داره انتخاب کرده. الان که پر از مغازهای رستوران و فست فود و حالا سوپر گوشت و مرکز تجاری خوبی هم که قرار گرفته. این کوچه ها و خیابونای گلستانش هم که دوستانی که پاسداران رو بشناسن میدونن که جزء خیابونای خوب خیابون پاسداران محسوب میشه. یکی از مشکلاتی که به نظر من اینجا داره
فضای کمیه که برای پیاده رو در نظر گرفتم. این فضا به نظرم خیلی کمه، ولی خب مجبور بودم به خاطر اینکه ترافیکم سنگینه فضای پیاده رو کمتر کنم. این ساختمانی که الان شما اینجا روبروی من می‌بینید همه به نظرم حداقل مال 50 60 سال پیشه، یعنی عمر زیادی داره. خیلی جالبه، یه چیز جالب که در مورد این خیابون خیلی از دید من خوبه این قسمت، این که شما وقتی اینجا قدم میزنی اون بار سنگینی که حالا آبر میتونه اینجا داشته باشه بیشتر با حالت ماشین میان، حالا تو رستوران یا چیزی که نیاز دارن خریداری میکنن، یعنی اینجوری نیستش که پیاده روی خیلی شلوغی شما اینجا ببینید. اینا همون ساختمونایی که جای این ویلاها این کنار این خیابون پاسداران ساخته شده. اینجا گلستان ششمه. حالا یه دوستان گفته بود که یه ویدیو از این داخل این خیابون بگیریم، حالا بریم داخلش ببینیم بافتش چجوریه. خیلی تغییر کرده. جا گفت دوتا ساختمون خیلی بلند اولش ساخته شده، همه نوسازن، یعنی فکر نمی کنم این یکی که هنوز اصلا به بهت داره برداری نرسیده. داریم داخل پیاده رو. حتی توی این محله هم وانتی میاد میوهش و میفروشش، خب قیمتش خیلی ارزون تره نسبت به مغازه دار. میدونید که خیلی تفاوت میکنه قیمت میوه روی وانت داخل مغازه و حتی داخل اون میادین میوه ترابری که تو هر محله وجود داره. 100% تو محله پاسداران هم هست، حالا من دقیقا نمیدونم کجاست. چیزی که من دارم میبینم با این حال که یک کوچه ایه که حالا میشه که بهش بگم خیابون بهتره، با این حال که انقدر پهنه، ولی خودتون میبینید چه بار ترافیکی داره، یعنی به خاطر وجود حالا ساختمونا و حالا ادارات و اینا خیلی شلوغه. الان شما اینجا میبینید خونه ویلایی که از قدیم مونده دست نخورده است، متراژ بالا داره و دقیقا در کنارش ساختمونایی که حالا ساخته شده توی همین خونه ویلایی ها. اون هم دارید میبینید. فکر میکنم اینجا میخوره به خیابون پایدار فرد اگه اشتباه نکنم، حالا اسم قدیمیشو نمیدونم. این بافتی که حالا اینجا داره، نمیدونم دوست عزیزمون دقیقا خونشون کجا بوده، پلاک چند بوده، حالا الان ساخته شده تغییر کرده خودشون میدونن، حالا اگه دوست داشتن تو کامنت ها توضیح بدن. یا الان سمت چپ کوچه تقریبا میشه گفت همه بافت قدیمی داره. کوچه قبلیش یعنی میشه گفت گلستان پنجم آپارتمان های بیشتری داشت، این بر کمتر دوچاره تغییر شده دیده من. استفاده این سنگ های مرمر، این بافتی که این ور هست جالب بود برای من. وقتی که ماشین رد نمیشه چه آرامشی داره. الان یه روز زمستونی آفتابیه،
هوا هم تقریبا میشه گفت مثبت 3-4 درجه است. قدم زدن تو این پیاده رو هم یه حال و هوایی داره، کوچه‌های خلوت دنج. اینجا هم که میرین اختیاریه هست، یعنی خیابونشه، میره علاقه جنوبیشه که میره بالا. نمیدونم شما احساس میکنید یا نه، وجود این باغ و این درخت ها و اینا خیلی کمک میکنه به هوای محدود و این منطقه که خیلی پاکیزه و تمیز باشه. ما از گلستان رو دوام شروع کردیم، میگذریم از حالا مغازه و کوچه و خیابون ها. میگم خیابون پاسداران خیلی بزرگه، تو یه ویدیو نمیشه کامل نشونش داد، من تقسیم بندی کردم حالا به صورت مجزا هر قسمتش رو میذارم. الان این تو یکی از این باغای خیلی قدیمی که اصلا من نمیدونم مال کیه چه شکلیه، ولی اواسطی که دارم میبینم میگم یه خونه یه درش تو این کوچه است یه درش تو اون کوچه، از اون جور باغاست. یه ساختمون خیلی قدیمی هم داخلشه. حالا من پرده هاشو میبینم، جالب بود. میدونید که خیابون دولت هم توی یکی خیابون های مهمه داخل پاسدارانه. البته الان در حال حاضر اسمشو گذاشتن شهید کلاه دوز. اگه یه زمانی همچین اسمی به گوشتون خورد همون خیابون دولت. گفتم شاید براتون جالب باشه بدونید. هرچی میایم پایین تر به جنوبی ترین قسمت پاسداران نزدیک میشیم، حالا یه ذره پیاده رو شلوغ تر میشه، ولی باز همون چیزی که بهتون گفتم اینجا سر میکنه. تعداد آدمایی که اینجا پیاده رفت آمد میکنن خیلی کم تر از کسایی که با ماشین حالا میان دنبال خرید و حالا گذرشون و یه غذایی بخرن و محتاجشون رو تهیه کنن. اگه کمی و کاستی هم تو ویدیو دیدید حتما به من متذکر شید، من بتونم ویدیوهای بهتری برای شما تهیه کنم. واقعا دوستانی که از من انتقاد میکنن خیلی 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 ممنونم، و همچنین دوستانی که خیلی به من دلگرمی میدید. این قسمتش میشه که بافت مغازه‌هاش بیشتره، بیشتر میان قدم میزنن واسه خرید کردن. حالا هم بانک داره هم مغازه‌های شاپینگ داره. خب اینجا هم یکم مرکز خریدشه، مرکز خرید فرش سنتر. قسمتا در پارکینگشه. مثل بقیه مرکز خریدات خیلی بزرگ نیست دیده من. حالا یه کوچولو بریم داخلش. وارد شدیم، تقریبا 3-4 طبقه است. بیشتر نیازهای مردم همین ناحیه رو برطرف میکنن. پلان تقریبا میشه که یه بوید مرکزی داره، دور تا دورش مغازه هاش هست. یه بی ام و 518 قدیمی بکنم مثل جایزه اینجاست یا دکور اینجاست. همون که مغازه فرش بروشه. چهار طبقه هست، حالا وارده همشم مغازه و شاپینگ بریم بیرون.
دکور خیلی جالب هم یه گل فروشی دکور خیلی جالب داشت گفتم شاید دوست داشته باشی ببینم. اینجا بوستانه، گلستانه تموم شد، رسیدیم به بوستانه، بوستان دهم. بازم کباب سرا، مردم کباب خوری دارن. تقریبا میشه گفت این قسمت پاسداران خیلی شلوغ میشه، مرکز خرید پاسداران، قسمتی که نزدیک به اتوبان شلوغیش خیلی بیشتره، رفت آمد مرکز خریدش و اینا همه بیشتره. یکی معروف ترینش هم همین برج سفید میشه، یه هتل خیلی قدیمیه، تقریبا همه میشناسنش. و این مرکز خرید پاسداران بود که ازش گذر کردی. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.